بینندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. با امید، البته امید است که صحت و سلامت باشین و به این امید که از گزند ویروس کرونا در امان باشین، برنامه امروز یک شنبه 14 ماه جون به صورت مستقیم از استودیو مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی آغاز میکنم. این برنامه همچنان همزمان در صفحه فیسبوک دری به نشر میرسه. برنامه را با خبر مرتبط با افغانستان آغاز میکنم. مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزارت خارجه قطر، میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توافق کرده که نخستین نشست میان افغانها در دوحه برگزار شود. طالبان تاکنون واکنش مشخصی را به شرکت در نشست بین الافغانی از خود تبارز ندادند و شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مانع اساسی در برابر آغاز این گفتگوها طالبان هستند که در این اواخر خشونت‌ها را نیز افزایش دادند. جزئیات بیشتر را همکارم جلال میرزاد تقدیم میکند. در حالی که خوشبینی ها برای آغاز گفتگوهای میان افغان ها بیشتر شدند، نهادهای امنیتی افغانستان میگه که طالبان در هفته های پسین حمله هایشان را بر نظامیان افغانستان بیشتر ساختند. وزارت داخلی افغانستان میگه که در یک هفته گذشته در نتیجه 222 حمله طالبان در 29 ولایت 422 نظامی کشور کشته و زخمی شدند. طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در گزارش. نماینده وزارت خارجه قطر میگوید که نخستین نشست میان افغانها در دوحه برگزار می شود. منابع در حکومت نیز این خبر را تایید می کنند. اینجا با استقبال گرم روبرو شدیم و سران سیاسی توافق کردند که روند رهایی زندانیان سرعت بخشیده شود و ما به دوحه به گفتگوها برویم. اکنون رهایی 2000 زندانی طالبان و 500 زندانی نظامی حکومت افغانستان گره گشای تعیین زمان آغاز گفتگوهای میان افغان هاست. شورای امنیت ملی افغانستان بر رهایی این زندانیان متحد است، اما میگوید که پیش از رهایی زندانیان تیم های تکنیکی دو طرف چگونگی پرونده های آنان را بررسی خواهد کرد. اصول د خبرو پولند اساسی خند طالبان دروسم افغان دولت کامل آمادگی اعلان کرد د خبرو لپاره یو مذاکراتی ټیم هم اعلان کړی دی. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره د اجنډا یا د بحث موضوعات هم وړاندیز کړي دي. متاسفانه چې طالبانو له آدرسه هیڅ راز پیشرفت ندی سوی. با این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که برای آغاز گفتگوهای میان افغانها پیشرفتهایی انجام شده است، اما برخی از کارشناسان تعیین زمان آغاز گفتگوها را بر رهایی تمامی زندانیان وابسته می دانند. این پیشرفت ها در یک هفته اخیر مربوط به هماهنگی های بیشتر روی مکان، زمان و سایر موارد به خاطر تدویر مذاکرات بوده. گفتگوهای در این باره جریان داره که تداومش مرحله هماهنگی بر مذاکرات تکمیل می کنه. سر اجنده مذاکرات بین الافغانی تفاهم نسبی صورت گرفته و قرار است نخستین دوری گفتمان میان افغانان بعد از اکمال روند رهایی 5000 زندانیان طالب در دوحه برگزار گردد. اکنون حکومت افغانستان انتظار دارد تا طالبان برای آغاز این گفتگوها پاسخ روشن بدهند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. مسئولین شرکت برشنا در بلخ میگویند که به دلیل ناامنی ها نمی توانند هزینه مصرف برق 8000 خانواده را در 3 ولسوالی این ولایت سنجش و جمع آوری کنند. در همین حال باشندگان 3 ولسوالی در ولایت بلخ نیز مدعی اند که گروه طالبان تلاش دارند پول مصرف برق به حکومت نه بلکه به این گروه پرداخته شود. میرویس بیشان گزارش می دهد. باشندگان شمار از ولسوالی های ولایت بلخ می گویند که از چندین ماه بدین سو گواه تلاش های طالبان برای گردآوری پول صرفی برق روستانشین آنند. این باشندگان می افزایند که از 2 سال بدین سو در بلا تکلیفی به سر می برند و نمی دانند پول صرفی برق را به کجا بپردازند. ما یعنی 2 سال در این مشکلات گرفتار هستیم. مسئله برق ماست. طالب هم در ما می آید که بیل برق بیتیم. ولی دولت خو خیلی دولت خو با قانون با اساس پیادر می آید. یعنی ما صاحب خود گم کردیم.
یا دولت ما را از این مشکل خلاص میکنه یا بیادر طالب خلاص میکنه. مردم ما مردم ملت هستیم، نه که دولت زوری ما برابر است، نه به امرای طالب زوری ما برابر است. امی قیمت برق را که سر مردم شهر مزار شریف بلند نموده به خاطر از اینکه در ولسوالی های ناهم کس بل برق طالب ها دریافت میکنه و این را توانایی دولت نداره که رفته از اونجا کنترل کنه و پول برق از او بگیره، این را به سر شهروندان مزار شریف افزود کنن و 6.25 روپیه میگیره. امیدوار هستم دولت ما در خصوص تامین امنیت ولسوالی های دوردست جدیتر عمل بکنه. مسئولین شرکت برشنا در مزار شریف میپذیرند که از 10 ماه گذشته نتوانستند که هزینه های مصرف برق باشندگان 3 ولسوالی که شامل 10,000 خانواده میشوند را سنجش کنند. رئیس شرکت برشنا دلیل این کار را ناامنی و حاکمیت گروه طالبان میگوید. ما در جریان هستیم، در او ساحه که ناامن است با ما هم اجازه میترخانی و گپ ها داده نشده. ما هم در او ساحه تقریبا از مدت 8 ماه یا تقریبا 10 ماه به این طرف که میترخانی صورت نگرفته. در ساحه بلخ هستند، در ساحه چمتال است و همچنان در طرف قریه های افغانه که افغانی ترکمنیه و افغانیه هستند، در اونجا ما به این مشکل و چالش هست. به خاطر از اینکه پول دقیقه تقریبا در حدود 8,000 مشتری ماست که ما نتوانستیم میترخانی بکنیم. مقام های محلی بلخ نیز از تلاش ها برای حل این مشکل به گونه دائمی خبر می دهند. مشکل دائمی است، باید مشکل از اینا دائمی حل شود. ممکن نیست که در هر دور میترخانی یک قوه تمام عیار به آدرس ولسوالی ها به خاطر جمع‌آوری صرف برق بره، یا قابل قبول نخواهد بود. گروه طالبان تا اکنون درباره چگونگی گردآوری صرفه برق روستانشینان چیزی نگفتند. از سوی هم شورای ولایتی بلخ مسئولین شرکت برشنا و حکومت را به بی‌انصافی در قیمت گذاری هزینه برق متهم میکند. اقدام دولت همیشه اقدام مقطعی و گاهی هم تبعیض آمیز و میباشد، یعنی غیر عادلانه. مثلا برای ولایت کابل کسایی که در یک ماه بیشتر از کمتر از 1,000 مصرف برقشان شده، اونا را معاف کردن به خاطر مسائل کرونا. ولی ای کاش رئیس جمهور 34 ولایت افغانستان یکسان در نظر میگرفت. اما اکنون قیمت هر کیلووات برق وارداتی در بلخ 6.25 افغانی است، در حالی که در ولایت هرات این قیمت 4 افغانی و اما در کابل 2.25 افغانی محاسبه می شود. میرویس بیژن، مزار شریف، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پس از احضار سفیر این کشور توسط تهران در پی اعتراضات ضد ایران توسط شهروندان افغان در کابل، از کشورهای همسایه خواست تا بر اساس قوانین بین المللی و حسن نیت برخورد کنند. سرور دانش امروز در یک توییت نوشت: ما به شدت از آنها می خواهیم که از هر گونه سیاست برانگیزنده بحران خودداری کنند. ما به طور قطعی می توانیم مسائل متقابل خود را از طریق گفتگو و احترام متقابل حل کنیم. وزارت خارجه ایران در اعتراض به آنچه اقدام اهانت آمیز و تعرض برخی از معترضان به سفارت این کشور در کابل عنوان کرده است، روز گذشته سفیر افغانستان را احضار کرد. رسانه های رسمی دولت ایران گزارش دادند که سید رسول موسوی، مدیر عمومی آسیای غربی وزارت خارجه ایران، در جریان دیدار با عبدالغفور لیوال مراتب نگرانیش را در مورد تأثیر اقدامات به گفته آنها غلط عده قلیل بر روابط دو کشور ابراز کرده است. هفته گذشته شماره از شهروندان افغان در کابل و چند ولایت از برخورد نیروهای امنیتی ایران در برابر مهاجرین افغان با راه اندازی تظاهرات انتقاد کرده و آنها را به نقض حقوق بشری متهم کردند. در همین حال شماره از افغانهای خارج از کشور در لندن امروز مظاهرات را مقابل سفارت ایران در اعتراض به بدرفتاری حکومت ایران با مهاجران افغان برگزار کردند. قرار است ظهر امروز به وقت واشنگتن دی سی نیز عده‌ای از افغانها مقابل نمایندگی ایران در واشنگتن اجتماع اعتراضی را برپا کنند. بر اساس تخمین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، 1.5 تا 2 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در ایران زندگی می کنند.
ایراجان سلام به شما. اداره پلیس اتلانتا بعد از آنکه تصاویر شلیک دو پلیس را بر یک مرد سیاه‌پوست به نشر سپرد، یک افسر پلیس شامل در قضیه را از کار برطرف و افسر دیگر پلیس را موقتاً از کار اخراج کرد. متعاقب وقوع این واقعه، اریک شیلد رئیس پلیس اتلانتا نیز از وظیفه‌اش استعفا داد. این مرد سیاه‌پوست در داخل موترش در نزدیک یک رستوران خوابیده بود و شکایت صاحب رستوران باعث رفتن پلیس به آن محل شد. مرگ این مرد سیاه‌پوست به روز شنبه منجر به اعتراضات تازه گردید. معترضین رستوران ویندیز را نیز بعد از این واقعه به آتش کشیدند. رئیس جمهور ترامپ طی روزهای اخیر به خاطر پلان خروج هزاران سرباز آمریکایی از آلمان مورد انتقاد قرار گرفته است. وی در سخنرانی که در مراسم فراغت اردو در وست پوینت داشت گفت دفاع از علایق آمریکا نه جنگ های به انتها در سرزمین های دوردست وظیفه نیروهای آمریکایی است. از سوی دیگر تلاش ها برای حذف اسمای رهبران متحد در زمان بردهداری از مراکز نظامی آمریکا باعث تضاد میان قانونگذاران آمریکا با رئیس جمهور ترامپ شده است. همکارم ژیلا نوری گزارش های مربوط را دنبال کرده و در برنامه با ماست. ژیلا جان سلام، جریان برداشتن اسمای رهبران زمان بردگی به کجا رسیده و چرا ترامپ مخالفت نشان داده؟ تشکر نجیب جان. رئیس جمهور ترامپ در مراسم فراغت اکادمی اردوی آمریکا گفت که 9500 نیروی آمریکایی را از آلمان و پولند منتقل میکنند و گفت وظیفه اردو دفاع از علایق آمریکاست. این نظریه در زمان منتشر میشه که برخی از رهبران نظامی آمریکا از رئیس جمهور ترامپ به خاطر استفاده از اردو در فرونشاندن اعتراضات آمریکا انتقاد کردند و از سوی دیگر رئیس جمهور ترامپ به خاطر حفظ اسمای رهبران بردگی بر پایگاه‌های نظامی آمریکا نیز مورد انتقاد قانونگذارهای آمریکایی قرار گرفته است. گزارشگر صدای آمریکا از قصر سفید در این باره گزارش شده آماده کرده که به توجه می‌رسان. فیلم معروف برباد رفته سال 1939 که جایزه اسکار نیز دریافت کرده است، جنوب آمریکا و رهبران متحد را که شامل 11 ایالت می شد که برای حفظ بردهداری در جنگ داخلی آمریکا در سالیان 1860 جنگیدن منعکس می سازد. این فیلم از طرف HBO Max از بین فیلم های آنلاین برداشته شده است. شماره از مجسمه های شخصیت های زمان بردهداری آمریکا در شهرهای آمریکا منظم شدند و نسکار کمپانی معروف مسابقات متاردوانی آمریکا بیرق کانفدرات را ممنوع اعلام کرد. این سمبول ها بعد از کشته شدن جورج فلوید و اعتراض سراسری علیه کشتار سیاه‌پوستان بیشتر مورد بحث قرار گرفته است. استیو فلیپس از بنیاد دموکراسی سیاه‌پوستان میگوید این یک چیز جدید است که به بزرگ نمایی افراد و نمادهای نگاه کرد که شما و مردمتان به آنهایی را که شبیه شما بودند می‌خواستند تا در دایره بردهداری نگه دارند. از جانب دیگر 10 پایگاه نظامی به اسمای منصوبین ارشد زمان کنفدرات یا بردهداری اسمگذاری شدند. در حمایت رهبران اردوی آمریکا، تعدادی از اعضای حزب جمهوری‌خواه مجلس سنا طرفدار پیشنهاد دموکرات‌ها هستند تا این اسما از پایگاه‌های نظامی برداشته شوند. سناتور مایک راونز می‌گوید: اکنون زمان مناسب است و فکر می‌کنم که پیام درست را منعکس می‌سازد. آنها در مخالفت با نظرات ترامپ قرار گرفتند و ترامپ می‌خواهد این پیشنهاد را رد کند. سخنگوی مطبوعاتی قصر سفید می‌گوید: این آبدهای تاریخی و پایگاه‌های بسیار مستحکم جزء میراث فرهنگی آمریکا در تاریخ پیروزی و آزادی بودند. طبق سند اعلام استقلال آمریکا در سال 1776 تمام انسان‌ها با هم برابر به دنیا آمدند. بردگی در سال 1865 از بین رفت. آمریکایی‌های آفریقایی تبار تا کنون از تبعیض‌های نژادی آن زمان رنج می‌برند. سمبول‌های کانفدرات نشانه‌ای از تبعیض پنداشته می‌شود. جیمز داویسون هانتر می‌گوید: این آبدهای تاریخی و پایگاه‌های بسیار مستحکم جزء میراث فرهنگی آمریکا در تاریخ پیروزی و آزادی بودند.
هنتر میگوید سیاست در تفاهم است و فرهنگ چیزی است که مردم نمیخواهند تا روی آن به تفاهم برسند. با جانبداری در این جنگ فرهنگی، ترامپ به دو قطبی شدن آمریکا قبل از انتخابات ماه نوامبر تعمق میبخشد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. بینندگان محترم، با معذرت فکر میکنم که صدای برنامه تا چند دقیقه پیشتر شنیده درست نمیشد و آل همکارای تکنیکی این مشکل رفع ساختن. میپردازیم به مطلب بعدی. هزاران شهروند نیوزیلند روز یکشنبه در اعتراضات زندگی سیاه پوستان مهم است در اوکلند و ولینگتون اشتراک کردند. در اوکلند این اعتراض در میدان مرکزی اوتیا آغاز شد و در کنسولگری ایالات متحده خاتمه یافت، جایی که معترضین برای بزرگداشت از جورج فلوید که ماه گذشته در توقیف پلیس جان باخت زانو زدند و برای یک دقیقه سکوت کردند. در ولینگتون مرکز کشور معترضین از جاده سویگ به محوطه پارلمان راهپیمایی کردند و شعار زندگی سیاه پوستان مهم است را سر دادند و فریاد می زدند که نژاد پرستی همگیر است، بیایید با آن مبارزه کنیم. اندرو لیتل وزیر عدلیه کشور با حضور در جمع نمایندگان در خارج از پارلمان صحبت کرد و گفت سیاستمداران و مردم نیاز به نتایج بهتر برای بومیان دارند. حدود 200 تن از حامیان جنبش ضد دولت هنگ کنگ شب شنبه در میدان آزادی در تایپی جمع شدند تا از سالگرد آغاز اعتراضات در هنگ کنگ تجلیل کنند. اعتراضات ضد دولتی یک ساله در هنگ کنگ موجب همدردی گسترده در تایوان شده است که هم اکنون یک تعداد از پناهندگان هنگ کنگ را پذیرفته است. اما تایوان در رسیدگی به امور پناهندگان تجربه کافی ندارد. در پروسه ثبت این پناهندگان میکوشد تا از دخول جاسوس‌های چین از این طریق به تایوان جلوگیری شود. رسانه‌های هندی گزارش دادند که سوشانت سینگ راجپوت، هنرپیشه سینمای هند، در منزلش در شهر ممبای خودکشی کرده است. راجپوت 34 ساله در مدت اندک شهرت روزافزون کسب کرده و در فیلم‌های جالب و موفق نقش بازی کرده بود. رسانه‌های هندی گزارش دادند که راجپوت صبح امروز خودش را حلق‌آویز کرد و کمیشنر پلیس ممبای نیز این حادثه را تایید کرده است. با آن هم پلیس گفته است که تا حال اعتیاد داشته در مورد خودکشی او در منزلش دریافت نشده است و تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد. ذرات کوچکی که از بینی و دهان ما خارج میشه ویروس کرونا را به سایرین انتقال میده. با رعایت نکات صحی از ابتلای سایرین و ویروس کرونا جلوگیری کنید. با دیگران نزدیک نشین، فاصله 2 متر را مراعات کنید و کسایی که سرفه میکنن از اونا دور باشید. اگر افرادی که سرفه میکنن و یا هم عدسه میزنن شما با اونا نزدیک میشن، احتمال داره که اونا ویروس را به فضا پراکنده کرده باشن و شما او را تنفس بکنن و مریض شن. قبل از پوشیدن ماسک روی دهن و بینی فراموش نکنید دستان خود را با آب و صابون بشویید یا اینکه با مواد ضد عفونی پاک نمایید. بین ماسک و صورتتان فاصله نباشد و خالیگاه نداشته باشد. دستتان برای ماسک نزنید و اگر دستتان به ماسک خورد با آب و صابون دستتان هم بشوید. وزارت صحت عامه افغانستان از مرگ 20 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده و میگوید که 664 واقعه مثبت این ویروس در یک شبانه روز گذشته در افغانستان ثبت شده است. این وزارت میگوید که با ثبت موارد تازه شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس کرونا در افغانستان به 471 نفر رسیده است. به گفته این وزارت در 24 ساعت گذشته 9 نفر در ولایت بلخ، 6 نفر در کابل، 3 نفر در پروان و 2 نفر در ولایت پکتیا جان باختند. 4 ساعت گذشته از 1211 تست مشکوک سمپلگیری شده که از آن جمله 664 واقعی مثبت ثبت گردیده. خوشبختانه 524 مورد شفایاب داریم، 20 مورد فوتی داریم. مجموع واقعات مثبت کووید 19 در کشور به 24766 تن میرسد.
در همین حال والی کابل از آغاز دور دوم کمپاین 3 روزه آگاهی رسانی عامه در مورد ویروس کرونا در 22 ناحیه شهر کابل خبر داد. ما ارقام اگر ضرب 1000 نمی کنیم ضرب 100 ها بکنیم، یعنی ما میلیون ها نفر اکنون مریض داریم و با تاسف به صد ها نفر فوتی داریم. اتو روزی نیست که 30 نفر 40 نفر ما فوتی نداریم. وزارت صحت عامه افغانستان همچنان میگوید که شمار مجموعه بیماران ناشی از ویروس کرونا در این کشور به 24766 مورد رسیده و همچنان از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون 4725 بیمار دوباره بهبود یافتند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی تقریبا به 7,809,000 رسیده و از آن جمله بیش از 430,540 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری ویروس کرونا جان باختند. بر اساس گزارش آمار پوانتون جان هاپکینز تا صبح امروز شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایالات متحده به 2,074,500 رسیده که از آن جمله 115,436 نفر به اثر ابتلا به بیماری ویروس کرونا در این کشور جان باخته است. برزیل با ثبت بیش از 850,500 واقعه مثبت ویروس کرونا از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است. و بعد از اینکه چین بلندترین سطح ابتلا به ویروس کرونا را از در طول دو ماه گذشته اعلان کرد، امروز یکشنبه هزاران نفر در بیجینگ در صف‌های طولانی خواهان دریافت آزمایش ویروس کرونا شدند. با ابتلای مجدد باشنده‌های محل به این ویروس، بزرگترین بازار عمده فروشی مواد خوراکی در شهر بیجینگ مسدود شده است. مقام‌های چینایی گفتند که در 24 ساعت گذشته 57 واقعه جدید ویروس کرونا را ثبت کردند که شامل 36 واقعه در شهر بیجینگ می شود. پس از ماه اپریل این بیشترین رقم بیماری ناشی از ویروس کرونا است که پس از اواسط ماه اپریل در آن کشور ثبت شده است. ویروس کرونا نخست در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع کرد، اما حزب حاکم در ماه مارس اعلام کرد که در برابر این ویروس کشنده پیروز شده است. اسوسییتد پرس در گزارش ویژه نظریات کودکان را در نقاط مختلف دنیا در مورد تأثیر ویروس فراگیر منتشر ساخته است. کودکان تجربه مسدود ماندن و نظریات خود را در مورد آینده بعد از ویروس کرونا شریک ساختند. برخی نظریات خود را در تصاویر کشیدند و برخی آهنگ خواندند و برخی دیگر هم رقص کردند. شماری از کودکان نظریات خود را در مورد آینده شریک ساختند که شرحش در گزارش می‌بینیم. ویروس کرونا مصیبت بزرگ برای جوانان و نوجوانان موضوعی وحشتناک است. کودکان بین سنین 9 تا 12 ساله با سوالات آینده به نظر آنها چطور است و اینکه چطور در وضعیت بحران ویروس را می‌گذرانند پاسخ دادند. برخی از کودکان در آسایش و وضعیت جنگ در نقاشی هایشان آینده بعد از ویروس را به تصویر کشیدند و بیشتر وضعیت زندگی خود را منعکس ساختند و ادامه زندگی در آرامش و محیط راحت‌تر را پیش بینی کردند. یک پسر از قبیله هندی امریکایی در شمال کالیفرنیا آهنگ رپ را در زمان ویروس کرونا درست کرده است و نظرات خود را اینطور بیان می کند. ما را در خانه می زنند، دشنام می دهند، فیلم می بینیم، آشپزی می کنیم، زمین ها را صفایی می کنیم و از تلفن خود برای تماس اسکایپ استفاده می کنیم. در افریقای جنوبی یک دختر نوجوان به دلیل اینکه دلش برای سرودن در کورس موسیقی تنگ شده است می خواهد آهنگ بخواند. من احساس خوبی نمی کنم به خاطر اینکه نمی فهمم فامیل ما ویروس می گیرند یا نه و کرونا ویروس را خوش ندارم. یک نوجوان رقص باله در روسیه با رقص در مورد ویروس کرونا واکنششان داده و پسر دیگری در اوکراین با ایمار بلاک ها نظر خود را در مورد جهان بیان میکند. این نفر تصدیق‌نامه طبی دارد و نشان میدهد که همه مسئولین سلامت هستند بجز کسی که قید شده است.
یک پسر دیگر در کانادا اخبار را دنبال می کند و به خلاصه اخبار در مورد ویروس کرونا و وضعیت در کشورش بیشتر توجه دارد. اسوشیتد پرس با اطفالی که برای رای نظریاتشان در تماس شدند، اکثر آنها با آرامش خانوادگی و سپری کردن روزهایشان در کنار هم بیشتر وابستگی نشان دادند. برخی با بغل کردن حیوانات خانگی روزهای خود را در چهار دیواری خانه گذشتاندند و والدین دیگر برای آنها موهایشان را قیچی میکند. نظرات اکثر این نوجوانان در مورد آینده زندگیشان مربوط به شرایط فعلی آنهاست. من زیاد به خانواده ام وابسته ام، اما فکر میکنم که زیادتر سگ و پشک خود را دوست دارم و زیبا هستند. دوست دارم آنان را در بغل بگیرم. مرا خوشحال می سازد به خاطر که دیدن دوستهایم رفتن نمی توانم و آنها نزدیکترین دوستان من هستند. پسر 12 ساله در روهاندار نگرانی خود را در مورد مردم در نقاشی هایش بیان کرده است که از طرف نظامیان هدف قرار می گیرند و کودک دیگری در استرالیا خود را در بر جنگل با ماسک نقاشی کرده است و پیش بینی می کند که دیگر مردم با آینده اعتماد خود را از دست دادند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، با بازگشایی تدریجی صنایع و کسب و کار در ایالات متحده، هتل ها نیز در حال برنامه ریزی برای پذیرایی از مسافران در شرایط جدید هستند. صاحبان هتل ها در امریکا اکنون ناچارند در کنار پذیرایی به شیوه سنتی مقررات پیشگیرانه صحی را نیز در نظر بگیرند. کارشناسان میگویند که موارد زیاده در رابطه با روش پاککاری هتل ها و همچنین پالیسی های نگهداری از کلید اتاق ها باید تغییر کند. پس از ماها متروکه ماندن، هتل ها در ایالات متحده از جمله هتل های زنجیره‌ای مشهوری مانند هیلتون و فور سیزن قرار است دوباره به کار خود آغاز کنند. البته برای آنها نیز همه چیز مانند گذشته نخواهد بود. هتل فور سیزن با همکاری پوهنتون جانز هاپکنز روی یک برنامه جدید با نام سالم بمان کار میکند. هتل هیلتون هم با مایو کلینیک در این مورد همکاری میکند. بنابراین هتل ها در حال اجرا کردن طرح‌های صحی هستند. انجمن هتل ها و اتاق های کرایه‌ای امریکا توصیه هایی را در رابطه با پاککاری اتاق ها پیشنهاد کرده است. پس از پاککاری اتاق مهر شده و تنها مشتری هنگام ورود به اتاق حق باز کردن این مهر را خواهد داشت. علاوه آن مکان های عمومی هتل ها نیز روز چند بار باید تمیز شوند و هتل ها موظف با تغییر پالیسی ها در قبال خشکشویی هستند. قرار است لباس مهمانان تنها توسط یک فرد که باید دستکش و ماسک نیز داشته باشند شسته شده و سپس داخل خلیته های پلاستیکی گذاشته شود و به اتاق مهمان انتقال داده شود. هر نوع رابطه میان مهمانان و کارمندان هتل به حداقل خواهد رسید و تمام کارها از جمله پرداخت پول اقامت در هتل آنلاین صورت خواهد گرفت. شما می توانید تمام مراحل کرایه یک اتاق هتل را اکنون آنلاین و با استفاده از تلفن خود انجام دهید. استفاده یا روشن کردن از برخی وسایل داخل اتاق مانند تلویزیون حال از طریق تلفنتان انجام پذیر است و مجبور نیستید به چیز دست بزنید. اقدامات احتیاطی صحی هتل ها را وادار کرده تا وسایل تزئینی غیر ضروری را نیز کم کنند. به طور مثال یک هتل زنجیره‌ای در کوستاریکا تصمیم گرفته از تعداد وسایل اطراف تخت خواب مانند قلم و کاغذ کم کند. رستوران‌های داخل هتل نیز ناچارن نحوه کار خود را تغییر دهند. میزها قرار است به فاصله 2 متر از یک دیگر قرار بگیرند و منوی غذاها نیز تغییر خواهد کرد و بخش بوفه نیز حذف خواهد شد. در این میان صاحب یک هتل کوچک در ماساچوست روش منحصر به فردی را برای فراهم نمودن صبحانه برای مشتریانش در پیش گرفته است. آنها صبحانه را به شیوه پیکنیک و در فضای باز آماده کرده و قبل از آن از مهمانان خود میپرسند که چه غذاهایی را دوست دارند. لاس وگاس جز اولین شهرهای آمریکا است که مقررات جدید را به اجرا گذاشته است. در این شهر تنها هتل‌ها و رستوران‌ها آماده شدند تا تحت مقررات جدید دوباره باز شوند، اما سایر مکان‌های تفریحی مشهور این شهر هنوز بسته است. اکثر هتل‌ها در آمریکا امیدوارند تا در ماه جون دوباره به فعالیت آغاز کنند، اما در مقایسه با قبل از همه‌گیری کرونا ویروس اجازه دارند تنها 50% از ظرفیت خود مسافر بپذیرند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بینندگان محترم، بخش دری برنامه در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه همکارم شهید سلیمان آشنا بخش پشتو را آغاز میکنه. سرفراز باشید.